سر راه روستای نیمایوشیج فقید رسیدیم به یه آبشاری که خیلی قشنگه، خیلی باحاله. بخواهم بریم زیر آبشاری که اینجا هست. میبینید مثل بارونه، چه بارون داره، مثل چه بارون داره، خیلی قشنگه. این منظره بسیار زیبا. میتونید بیاید آبش هم کاملا خوردنه. میتونید تو مسیر روستای نیمایوشیج انقدر اومدیم بالا، از ابرو هم زدیم بالا تنه و خود بچه پایین پا ارتفاع بسیار زیاده و من جلوتر نمیرم بخاطر اینکه اصلا حوصله افتادن پایین ندارم. اینجا هم که میبینید بالا سر ابرو ما قرار گرفتیم، کاملا مشخصه تو مسیر روستای نیمایوشیج اسطوره و فقید شاعری ایران. بریم جلوتر تا بهتون نشون بدم چه اتفاقی قرار بیفته. سر مسیر روستای نیمایوشیج از بالا که داشتم میمانم یه صحنه خیلی باحال نظرم رو جلب کرد، اونم اینجا بود که یکی از رفقامون همچین منظره‌ای چادر زده به همراه سگ کوچیکش، سگ خوشگلش، خودش خیلی کوچیک نیست، خیلی بزرگه. سلام کدی اوکی، همه چیز هم اینجا، چای و میوه و همه چیز هم هست. سلامت باشید. بسیم رسیدیم روستای نیمایوشیج، یکی از خوبای شاعری ایران، و اینم روستای یوش. داخل روستای یوش یه حمام خیلی قدیمی هست که اگر نگاه بکنید میبینید که با سنگ ساخته شده. میبینید این حمام خیلی قدمت داره. این خود حمام هست، اینجا پدرم در حال فیلم برداریه و اینجا میاد این طرف از این طرف که اینجا حالا اینجا رو مرمت کردن، لوله گذاشتن، ولی اینجا هم حوضچه قدیمیش بوده که میامدن اینجا و استحمام میکردن، اینجا که سقفش بوده. بریم ادامه. قد قشنگه اینجا. اینجا نگاه کنید، همه اون نورافکنهایی هست که از بالا نور میگرفته و اینجا یه منظره واقعا فوق‌العاده رو تشکیل داده. اینجا اگه ببینید آثاری از موزاییک هم هست. بچه پشت سر من خونه نیمایوشیجه که واقعا فوق‌العاده است. ببینید من از کنار آرامگاه جفت برار یوش با شما خداحافظی میکنم. نظر، کامنت، اشتراک، لایک یادتون نره. خیلی مخلصیم تا برنامه و خدا نگهدار. برای رفتن به روستای یوش خودتون رو به جاده حراز برسونید. وقتی به جاده حراز رسیدید تقریبا نزدیکای آمل به یه جاده میرسید به اسم بلده. این جاده رو ادامه بدید، بیایید داخل و جاده خوبی داره، مشکل نداره، با ماشین شخصیتون هم میتونید برید. وقتی از روستای بلده عبور کردید به روستای یوش میرسید و میتونید از این مناظر زیبا لذت ببرید و خانه نیمایوشیج برید و ببینید. خیلی مخلصیم تا برنامه بعد، خدا نگهدار. ممنونم.